درود بر همه دوستان، با قسمت ششم رازهای ایران زمین در خدمت شما هستیم. در این برنامه راز زرتشت بزرگ رو بررسی میکنیم. برنامه رازهای ایران زمین برگرفته شده از کتابی با همین نام نوشته استاد امید عطای فرد هست و البته شما میتونید کتاب کامل ایشون رو در ایران در کتاب فروشی ها تهیه کنید. خب برنامه امروز رو درباره راز زرتشت بزرگ آغاز میکنیم. اما این راز چیست؟ راز زرتشت بزرگ به طور خلاصه این هست که در تاریخ چند هزار ساله ما یک زرتشت وجود نداشته و زرتشت های متعددی در این تاریخ آمدند و رفتند. در واقع زرتشت سپیدمان که زرتشتی هست که ما از اون به عنوان حالا زرتشت اصلی یا کسی که گاتاها رو نوشته یاد میکنیم، متعلق به یک دوره بسیار طویل تاریخی است. خیلی ها فکر میکنن که زرتشت متعلق به دوره ساسانی یا هخامنشی است، ولی زرتشت سپیدمان در واقع بر اساس این اسنادی که در اینجا بهتون معرفی میکنیم تقریبا متعلق به یک دوره 9000 ساله از تاریخ هست، یعنی 9000 سال پیش ایشون ظهور کرده. این رو از کجا میشه فهمید؟ اسنادش رو به شما ارائه میدیم. ولی یکی از مواردی که ما میتونیم به عنوان یک سند بسیار دقیق بهش بپردازیم که چرا زرتشت قدمتی 9000 ساله داره، مقایسه گاتاها با ریگودا هست. ریگودا مجموعی از اشعار و سرودهای مذهبی هندو به زبان سانسکریت هست که برای اون یک قدمت تقریباً 2000 ساله قبل از میلاد قائل هستند، یعنی تقریباً 4200 سال پیش. ولی ما وقتی مقایسه کنیم با گاتاها میبینیم که گاتاها از نظر گفتاری بسیار قدیمتر هست از ریگودایی که خیلی ها معتقدند این قدیمیترین کتاب جهان هست. حال در اینجا کتاب رازهای ایران زمین رو میخونیم و میپردازیم به دلیل و اسنادی که چند زرتشت در تاریخ ما وجود داشته. خود من بر این باور هستم که جهانبینی ایرانی بر پایه واقع‌بینی، تراز و تعادل میان مادیگرایی و مینوگرایی معنویت بنا شده است. به گواه پژوهشگران، دینها و بینشهای بزرگ همگی از ایران سرچشمه گرفتند. نابترین بینش ایرانی که در جهان بی همتاست در گاتاها سرودهای زرتشت به چشم می خورد و بر پایه نبرد نیکی و بدی در جهان است. در اینجا وقتی گفته شده که آیین‌های بزرگ از ایران سرچشمه گرفتن، خود جناب عطای فرد معتقد است که ابراهیم که ما خیلی از ادیان رو ادیان ابراهیمی می خونیم یا ادیان سامی می خونیم، خودش ایرانی بوده و به این موضوع خواهیم رسید. زرتشت یاوران فرزانه ای را یافت که در پیش برد کیش او بسی کوشیدند. گات های زرتشت که به نام زند نیز خوانده می شود در میان دیگر فرقه های مغانه راه یافت و هر کدام به دلخواه خود خوشه هایی برچیدند و باده هایی رنگارنگ در انداختند. اینجا برای اینکه قدمت زرتشت بزرگ رو ما اثبات کنیم به نوشته های یک باستانشناس میپردازیم به اسم خانم مری ستگاست. مری ستگاست یک باستانشناس بسیار برجسته بوده و در تحقیقات خودش میگوید که روش هایی که میتوان با استفاده از آنها باستانشناسی هزاره هفتم قبل از میلاد را در تایید تاریخی به کار گرفت که مورخان یونان و روم باستان برای زمان زرتشت تعیین کردند. یعنی ایشون از باستانشناسی های 7000 سال پیش استفاده کرده بر اساس مورخان یونان و روم و به این پی برده که زرتشت بزرگ تاریخی بسیار قدیم داره، همون تاریخی 9000 ساله‌ای که خدمت شما عرض کردم. ایشون می نویسد که گسترش سریع کشاورزی پس از حدود سال 6500 قبل از میلاد که انقلاب دوره نوسنگی را از ایران تا اژه اصلاح و محافظت کرد، ملهم از آموزه‌های زرتشت
زرتشت پیامبر پارسی بوده است. یعنی چی؟ یعنی زرتشت بزرگ بوده که به ایرانیان گسترش کشاورزی رو آموخته. و این نکته حائز اهمیت است که خب خیلی ها میگن زرتشت پیامبر نبوده، یک آموزگار بوده و خودش گفته من آموزگار هستم. ببینید وقتی که زرتشت بزرگ با اهورمزدا سخن میگه و از اهورمزدا نقل قول میکنه، باید بپذیریم که او پیامبر الهی بود. به قول جناب عطایفرد، مثلا اگر خیلی ها در قرون وسطا از مسیحیت یا اون کشیش های در واقع مسیحی ضربه خوردن یا خود ما ضربه هایی از دین خوردیم، دلیل بر این نمیشه که پیامبر بودن زرتشت بزرگ رو ما نفی کنیم. و میبینیم که زرتشت بزرگ در دوره های متمادی به یاری مردمان ایران شتافته. حالا من این رو بیشتر برای شما باز میکنم. خانم ماری ستگاست میگوید که سطوح منقوش سفالهای این دوران به احتمال زیاد انعکاس آموزه های او بوده، به ویژه نقش های چرخشی فراگیر شاید نشان دهنده مکاشفه زرتشت باشند، دایر بر این که وقتی شر وارد جهان شد همه چیز شروع به حرکت کرد. این یه جمله شاید خیلی سنگین باشه، وقتی شر وارد جهان شد همه چیز شروع به حرکت کرد. بسیاری بر این باور هستند که دنیایی که ما میشناسیم، دنیایی شاید انسانی، قبل از اینکه شر وارد جهان بشه حالت سکون داشته و زمان هست، در واقع زمان همون شر هست. این شاید مفهوم خیلی سنگینی داشته باشه، ولی دقت کنید دوستان، در واقع این زمان هست که باعث میشه ما پیر بشیم، باعث میشه ما مریض بشیم، باعث میشه ما حریص بشیم، باعث میشه که شب تا صبح بدویم دنبال حالا به دست آوردن پول یا گذروندن زندگی و آخر سر هم بمیریم و از دنیا بریم. و در واقع زمان همون شر هست و بسیارانی معتقدن که اهریمن زمان رو وارد زندگی انسان کرد، دنیا رو به حرکت درآورد و باعث این شد که این شر بزرگ وارد دنیا بشه. این جمله خانم ماری ستگاست در واقع این مفهوم رو میرسونه. خب در ادامه خانم ماری ستگاست میگویند که کسانتوس قرن پنجم قبل از میلاد در کتاب تاریخ لیدی نوشته بود زرتشت 6000 سال پیش از خشایارشاه زندگی میکرد که تاریخ حدود سال 6480 قبل از میلاد را به دست ما میدهد. خب الان سال 2020 هستیم و تقریبا به همون عدد 9000 سال پیش میرسیم که خدمت شما عنوان کردم. اودوکسوس کنیدوسی تاریخ زندگی زرتشت را 6000 سال قبل از مرگ افلاطون یا حدود سال 6350 قبل از میلاد تعیین کرده، دوباره همون رقم نزدیک به 9000 سال پیش. و پولینی مدعی بود که ارسطو نیز چنین نظری داشت. در قرن دوم میلادی پلوتارک مورخ رومی نوشت آنچنان که ثبت کرده اند زرتشت مغ 5000 سال پیش از محاصره تروا زندگی می کرده است، همون داستان اسب تروای معروف، و باز هم دوباره همون تاریخ 9000 سال به دست میاد. پس خانم مریستگاست با استفاده از این شواهد و مدارک عنوان کرده است که زرتشت سپیدمان که به عنوان همون زرتشت اصلی میشناسیم که گاتاها ازش به جای مونده، تاریخ تقریبا 9000 سال پیش رو به دست ما میدهد. حال یک صحبت پیش میاد که چرا زرتشت های دیگری رو هم ما شاهد بودیم که مثلا در دوره ساسانی، در دوره هخامنشی و در جاهای مختلف جهان ظهور میکنن و خیلی از اونها به نیکی هم یاد میشه. اینجا دوتا نظریه وجود داره. یک عده معتقدن که زرتشت که در واقع یک نام هست، یعنی آورنده نیکی، زرتشت یعنی آورنده نیکی، افرادی خودشون رو به این نام می نهادند و در واقع خودشون رو زرتشت ها می نهادند، نام می نهادند و در جاهای مختلفی ظهور می کردند و ما شاهد زرتشت های مختلفی بودیم.
نظریه دیگر این هست که زرتشت بزرگ که در بهشت زندگی میکنه به جهان انسانی سفر میکنه و در برخی عصرها ظهور پیدا میکنه و در واقع خود زرتشت سپیدمان هست که ظهور پیدا میکنه و به شکلهای مختلفی ما ایشون رو میبینیم. حال این دو نظریه بماند تا به آخر این فیلم برسیم که میخواییم یک موضوع خیلی جالب رو با شما در میون بگذاریم. در کتاب می‌خوانیم که پس از سپیدمان زرتشت تاریخ برای چند هزاری خاموش می‌شود، تا اینکه درباره دومین زرتشت 1 تا 2 هزاره پیش از هخامنشیان به گفتار می‌گراید. این بار سخن از اور است، شهری در سومر. از اینجاست که آبرام به سوی حران کوچ می‌کند و در آنجاست که زنگار کنعانیان آینه مهرآیین وی را چنان می‌پوشاند که برهمای زروانی به ابراهیم یهودی رنگ می‌بازد. مفهوم چی هست؟ در اینجا منظور کوچ ابراهیم هست که از سومر کوچ کردند و به حران رفتند. حران هم در کشور فعلی ترکیه از شهر شانلیورفا. در اینجا جناب عطای فرد معتقد است که آبرام یا همون پیامبر ابراهیم در واقع یکی از زرتشت‌ها بوده و در واقع ریشه در آیین مغانه داشته. اگر در گرگومیش هزارهای دور جای پای نخستین زرتشت را به دشواری میتوان در پهنه‌های میان ری تا ایران ویچ ارسباران جست، باری دومین زرتشت نشانه هایی بس روشنتری در تاریکای تاریخ برافروخته است. با وی میتوان از اور تا حران گام به گام همراه شد و گزارش هایی پربار دست چین کرد. حالا سومین زرتشت رو ما بررسی میکنیم. سومین زرتشت سیمایی سرشار از رمز و راز دارد. وی به گونه ناگهانی به آستان هخامنشیان گام مینهد و وارون دو زرتشت پیشین در پشت پرده پیشامدها پنهان می شود. این بار شاهان نقش آفرین هستند و نه پیامبران. زرتشت سوم به گردآوری و بازنگاری اوستا می پردازد و در فرهنگستان خود دانشمندانی نامور را می پروراند. وی در گذار به سوی بامیان در کاشمر سرو مقدس را می کارد و سرانجام در بلخ کشته می شود. سرگذشت و نگرش این سه زرتشت در هم آمیخت و پژوهندگان کنونی را به بیراهه کشانید. این بدین معناست که کسانی که در این رابطه پژوهش می کنند فکر می کنند که یک دونه زرتشت وجود داشته و به خاطر همین تاریخ ظهور زرتشت رو با یکدیگر در می آمیزند و نمی دونند که تاریخ اصلی کدوم هست و زرتشت متعلق به چه دوره‌ای هست. و چنین بود که زمان و مکان و زبان زرتشت آشفته و ناشناخته به جای ما. ناظم الاطباء به زرتشتی بجز اسفندمان یا سپیدمان اشاره می کند که از اهالی اردبیل بود و کیش آتش پرستی از وی پدید آمد. وی به پیروانش گفت که موهای بناگوش را بلند کنید و بازمانده را بتراشید. مسکویه رازی از زرتشتی در زمان ساسانیان به نام زردشت و سانی یاد کرده که همان زردشت فسایی پیشوای مزدک است. پس از مرگ آخرین زرتشت، داریوش پسر گشتاز که لقب اسفندیار داشت به رواج آیین مزدایی همت گماشت. این شاه روینتن در نبردهای پیاپی با دشمنان داخلی و خارجی ایران به گونه‌ای معجزه‌آسا پیروز شد و ایران اهورایی را تاج سر جهان نمود. با یورش مقدونیان وحشی به ایران، نسخه طلاکوب اوستا به دست الکساندر مقدونی سوزانده شد و هر آنچه که از گنجینه‌های فرهنگ و هنر به چنگ آن غربیان جاهل افتاد به تاراج رفت. آنان هر جا آتشکده‌ای بود خاموش کردند. پس از به گور رفتن الکساندر، شاهزاده‌ای از تبار هخامنشی به نام ارشک بازماندگان مقدونی را تارمار کرد و از ایران راند. در زمان پلاش اشکانی دست نوشته‌های پراکنده اوستا دوباره گردآوری شد و سلسله بعدی یعنی ساسانیان نیز دنباله این کار را گرفتند. خب در اینجا به این نتیجه میرسیم که اوستا توسط اشکانیان دوباره گردآوری شده و ساسانیان هم اون رو تکمیل کردند و دوباره در اختیار
مردمان گذاشتند. ولی بعد از اون چی پیش میاد در زمان ساسانیان؟ وقتی صحبت از ساسانیان میشه خب خیلی ها یاد حمله اعراب میفتن و اون شکست قادسیهی که ایرانیان از اعراب خوردن، ولی علتها چه بوده؟ با ظهور دو کاهن کژبین به نام مانی و مزدک که اولی شرک و دوگان پرستی را بنا نهاد و دومی اموال و زنان مردم را به اشتراک گذاشت، کیش پاک زرتشت دچار ضربات خورد کننده ای شد. یعنی چی؟ یعنی ایرانیان که آیین زرتشت داشتند و سالها با استفاده از همین آیین یک پارچگی ملی داشتند، چون من خودم به شخصه بر این اعتقاد هستم که داشتن یک آیین واحد سبب یک پارچگی ملی هم خواهد شد. دو نفر خائن که مانی و مزدک بودند آمدند و دست بردن در آیین زرتشت، اون رو متفاوت نشون دادن و باعث ضربه شدن به کیش پاک زرتشت. با کشته شدن خسرو پرویز به دست پسر ناخلفش شیرویه که مادری رومی تبار داشت، بحران و جنگ‌های داخلی ایران را فرا گرفت. مانویان و مزدکیان که به عربستان گریخته و از آنجا فتنه‌ها را هدایت می‌کردند، سرانجام ضربه نهایی خود را در زمان یزدگرد سوم وارد کردند و سیلی از تازیان سوسمارخوار به بهشت ایران روانه شد. بخشی از سپاه ایران که در مرزهای روم زمین گیر بود نتوانست به خط مقدم یاری کند و در همان زمان جبهه دومی از سوی ترکان در شمال شرقی ایران نیز گشوده شد. یعنی فکر نکنید که این شکستی که ما از اعراب داشتیم اینها فقط همینجور بلند شدن، راهو گرفتن، اومدن و بر ما غلبه کردن. اولین دلیلش این بود که مانوی ها و مزدکی های خائن که یکیش خود سلمان فارسی هست، رفتن اونجا راه‌های ورود به ایران رو آموزش دادن و یاد دادن. دوم، در دو جبهه دیگر هم ما می جنگیدیم، یکی با ترکان در شمال شرقی خراسان کنونی و یکی هم با رومی ها می جنگیدیم و جبهه سوم گشوده شد. با جان باختن واپسین شاه ایران مزدایی به دست سردار خائنش ماهوی سوری، سلسله میهن پرست ساسانی سقوط کرد و ایرانیان در نکبت و مصیبتی بزرگ فرو رفتند. تازیان که کافور را از نمک باز نمی شناختند، حمام خون به راه انداختند و بازماندگان را به بردگی و کنیزی بردند. یک بار دیگر اوستا و گنجینه‌های علمی و فنی ایرانیان در آب آتش به باد فنا رفت. گروه‌های پرشمار از ایران به هندوستان و چین و دیگر سرزمین‌ها مهاجرت کردند و بسیاری از بازماندگان خواه و ناخواه به دین جدید درآمدند. آنان که به کیش کهن وفادار بودند در برابر حملات و ضربات بعدی ترکان و مغولان و نیز تعصبات دینی هم‌میهنان و خلفای عرب به شدت رنگ باختند و در ردیف کوچکترین اقلیت دینی در سرزمینی جای گرفتند که زادگاه زرتشت و مزدی یسنا بود. حالا احتمالاً بتونید متوجه بشید که چرا اقلیت زرتشتی اینقدر کوچیک هست در کشور ما. در واقع کشوری که جایگاه آیین زرتشت بوده، میبینیم که چقدر میزان زرتشتی های اون کم هست. تاریخ 14 قرنه این اقلیت سرشار از مقاومت های ملی در برابر بیگانگان میباشد و چهره هایی چون بهافری، مقنع، احمد ابن طیب سرخسی، ابو عبدالله عدی، زکریای تمامی، بابک، ابو سعید گناوی، باریزت شاه، استاد سیس و غیره نام خود را بر جریده عالم ثبت کردند. آنها در این نبرد تنها نبودند و بلند آوازگانی مانند دقیقی و فردوسی و حافظ و سهروردی آذر مزدایی را فروزان نگه داشتند و از آن سو موبدانی بزرگ دفترهای گرانبها چون دین کرد و بندهش را به یادگار گذاشتند تا چکیده هایی از چکاد اوستایی در دیدگان آیندگان جاودانه شود. اگرچه تشیع صفوی آذران بیشتری را به خاموشی کشانید، اما با پیدایش اکبر شاه در هندوستان روزنه‌ای در تیرگی پدید آمد. چند سده بعد با فرشگرد سوشیانت هایی چون میرزا آقاخان کرمانی، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ابراهیم پور داوود، محمد معین و غیره که زاده انقلاب مشروطه بودند،
آتشگاه فرهنگ ایران چنان گرما و رونقی دگر یافت که باری بهمن سرد زمستانی نیز نتوانست نسل نفرین شدهش را در زیر برف فراموشی مدفون کند. خب این چکیده کوتاه بود از آیین زرتشت و زرتشت هایی که آمدند، رفتند و افراد و سوشیانت هایی که در این راه کوشیدند تا این آیین ایرانی رو زنده نگه دارند. ولی اینجا میخواییم به قدرت های فرامادی زرتشت بپردازیم که شاید برای شما خیلی جالب باشه. نیروهای فرامادی زرتشت. در داستان زندگی زرتشت آمده است که یک بار یکی از دشمنانش او را به توزنگری فراخواند. توزنگری چی بوده؟ توزنگری یعنی دو نفر می‌رفتن به همدیگه نگاه می‌کردن تا یکی از اونها تسلیم می‌شده. توزنگری خیره شدن و تیز نگاه کردن به چشمان یکدیگر بود تا یکی از آن دو با قدرت نگاهش دیگری را مغلوب کند. زرتشت و دشمن جادوگرش دیر زمانی به چشم یکدیگر خیره شدند تا آن که دشمن زرتشت بیش از آن نتوانست تاب بیاورد و سوار بر اسب شد تا از آنجا برود، اما پس از اندک زمانی از شدت درد از اسب فرو افتاد و مرد. میدونستید که زرتشت بزرگ بسیار با جادوگران و کاهنان و کسانی که خون مردم رو در شیشه کرده بودند می جنگید و از نیروهای اهورایی خودش بهره می برد تا اونها رو سرکوب کنه، چون جنگیدن با جادوگران و افرادی که هم قدرت مادی داشتن و هم بسیارانی رو تابع خودشون کرده بودن آسون نبوده دوستان. زرتشت با آزمایش هایی روبرو شد. نخست از درون آتشی بزرگ گذشت و نسوخت. دوم فلز گداخته بر سینه‌اش ریختند و همچنان ماند تا سرد شد. زرتشت بیان که آسیب ببیند توده سرد شده را از سینه‌اش پاک می کند. سوم با کارد به گونه شکمش را می شکافند که درونش دیده می شود و خون می پاشد. سپس زرتشت دستی بر شکمش مالیده آن را به گونه اولش در می آورد. اینها تماماً قدرت های فرامادی زرتشت بوده که اینجا عنوان شده. از دستاوردهای او ابداع مانترا پزشکی می باشد که امروزه در قالب ریکی و فرادرمانی و انرژی درمانی و مانند اینها ارائه می شود، بیان که از بنیادهای مغانش سخن رانده شد. الان که می دونید بسیار این فرادرمانی، انرژی درمانی اینها رونق گرفته و البته خب خیلی هاش هم تقلبی هست دوستان، ولی هیچ کدوم از اونها هم اشاره نمی کنن که بنیانگذار این کار در واقع زرتشت بزرگ بود که با انرژی درمانی بسیارانی رو شفا می داد. در ایران باستان پزشکان به سه گروه بخش می شدند: کارد پزشکان، جراحان، دارو پزشکان، طبیبان عمومی و مانترا پزشکان که از درجه بالاتری برخوردار بودند، زیرا تنها با سخن ایزدی و کلام می توانستند بیماران را هیپنوتیزم کرده تندرستی ایشان را بازگردانند. به نوشته اردشیر خدادادیان، مانترا پزشک در مورد بیمارانی که مبتلا به بیماری های مختلف روانی بودند شیوه های گوناگون درمان را عملی می کرده است. او به کمک روش معجزه آسا و اعجاب برانگیزش به یاری کلمات و بیانات مؤثر و سحرآمیز خود بیماران را تحت معالجه قرار می داده است. عضوی که این پزشک مخصوصاً به آن توجه می کرده و دانش درمانی خود را به آن معطوف می داشته، مغز و دستگاه های عصبی و بهتر است بگوییم سلسله اعصاب بوده است. مانترا پزشک به کمک کلمات مقدس آسمانی می توانست بیمار روانی را از تلقین های بیهوده و ناآرامی درونی و عدم تسلط بر اعصاب برهاند. از بررسی های تاریخی شماره 4 سال 12. خب این هم گوشه ای بود از قدرت های فرامادی زرتشت بزرگ. خب در این قسمت سوم نظریه ای هست که میخوام با شما در میون بگذارم. احتمالا فیلم ارباب حلقه ها رو و یا هابیت ها رو دیده باشید که یکی از معروف ترین و شاید پربیننده ترین فیلم های سینمایی جهان هست. بسیارانی هم به او علاقه دارن، حتی خیلی از دوستان هستن که چندین بار این فیلم رو دیدن. خود من هم هر از چندگاهی این فیلم رو میبینم و بسیار دوست دارم این فیلم ارباب حلقه ها و همچنین هابیت ها.
بر اساس تحقیقاتی که بعضی از یاران انجام دادند، این فیلم هابیت ها و ارباب حلقه ها در واقع بر اساس نوشته های یک کتاب ایرانی بوده که بعدها به اروپا رفته و اون داستان هابیت ها رو تونستن از درونش بسازن. و خیلی جالب هست که بدونید شخصیتی که در این فیلم به اسم گاندولف هست، که گاندولف خاکستری بود و بعد گاندولف سفید شد، در واقع همون زرتشت سپیدمان ماست که این داستان رو از اون به آریت گرفتن. اگر دقت کرده باشید سیمایی رو هم که برای گاندولف ترسیم کردن شباهت بسیار داره به زرتشت بزرگ و اون چوب دستی که همیشه همراه گاندولف بود و ریش های بلند و سفید و چهره بسیار نورانی و علاقه او به جشن آتش که با هابیت ها هم اتفاقا بسیار خوب بود. خیلی ها معتقدند که اون شهری که شهر هابیت ها بوده در شهداد کرمان هست و پژوهش های باستان شناسی هم روی این موضوع صحه میگذاره که در شهداد کرمان افرادی زندگی میکردند که قدهای کوتاه داشتن و مردمی صلح‌جو بودن. به خاطر همین زرتشت بزرگ به اونها سر میزده و اونها رو شاد میکرده و بهشون نکاتی رو یاد میداد. از دیگر نکاتی که در فیلم ارباب حلقه ها ما میبینیم این هست که گاندولف یا در واقع میتراندیر داراویش، که این هم اسم ایرانی هست، میترا، آندیر، داراویش، که هر سه تا سه مفهوم ایرانی هست و همون درویش هایی که خودشون رو به شکل زرتشت در میارن، در واقع خودشون ندونن به چه علت هست ولی در واقع اونها دارن خودشون رو به شکل زرتشت بزرگ در میارن. میتراندیر داراویش در این فیلم ارباب حلقه ها میبینید که با جادوگران بسیار نبردها میکنه، یک جاهایی کمک میگیره و حتی درختان رو به حرکت وامی داره، یک جاهایی میاد و بر صف اهریمنان میتازه و اونها رو شکست میده. حتی و در یک قسمت فیلم میبینید که چگونه با اون جادوگر بزرگ وای میسته و نبرد میکنه، که اتفاقا این قسمت کتاب رو که من میخوندم که توزنگری بوده، دقیقاً در همون قسمت فیلم همون توزنگری بود که در اونجا گاندولف ایستاده بود و با همون توزنگری حریف جادوگرش رو تو همون فیلم شکست داد. و این داستان در هیچ جای اتفاق نیفتاده مگر در خود ایران. و همونطور که جناب عطای فرد هم معتقد هست، آریایان از هیچ جا به ایران کوچ نکردن، بلکه ایران که قلب جهان بوده، مردمانی از سرزمینش کوچ کردن و عده‌ای به غرب رفتن و عده‌ای به شرق، و در واقع کوچ بزرگ انسانی از ایران آغاز شد. به هر روی این هم نکته‌ای بود که می‌خواستم در رابطه با شباهت زرتشت بزرگ و شخصیت سریال ارباب حلقه ها میتراندیر داراویش برای شما عنوان کنم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. لطفاً برنامه ها رو اشتراک بگذارید، لایک بزنید، به دیگر دوستان خودتون بفرستید، پشتیبانی کنید. سپاس از همه شما که همراه و همسو هستید. بیدار شدید، آگاه شدید. باید تاریخ خودمون رو بشناسیم، به درستی بشناسیم و بیدار و آگاه شویم تا بتوانیم جهان رو نجات بدهیم. بدرود تا درودی دیگر بار.